با سلام خدمت دوستان، برنامه زنده ای رو که امروز قرار بود انجام بدیم شروع میکنیم و امیدوارم که بتونیم این برنامه رو برخلاف دفعات پیشین که با مشکل روبرو شدیم در ارتباط بتونیم اجرا کنیم و ضبط کنیم و بتونیم اون رو روی سیستم هم نگه داریم که قابل دسترس باشه. حالا قبل از اینکه دوستان دیگه هم به ما بپیوندن، من فقط چند توضیح کوتاه میدم. این برنامه که در روی کانال اینستاگرام و به صورت لایو من پخش میکنم به صورت مختلفی ضبط میشه. ضبط صوتی اون در کانال تلگرامی من قرار میگیره به طور کامل و همینطور به کمک دوستان اینها پیاده میشه و به نوشته تبدیل میشه که احتمالاً منتشر میشه. چندین برنامه از برنامه‌هایی که ما تا کنون داشتیم به متن مکتوب تبدیل شده و منتشر شده و من در اینجا وظیفه خودم میدونم که از دوستانی که کمک کردن که این کار انجام بشه تشکر کنم. و همینطور بر ما به دنبال این هستیم که این برنامه ها رو بر روی سیستم ساوند کلاود و بر روی سیستم یوتیوب هم قرار بدیم که در اختیار تعداد بیشتری از دوستان باشه. این برنامه ها در ادامه برنامه های گفتارهای عمومی اجرا میشه، بنابراین ما آخرین برنامه که در گفتارهای عمومی داشتیم که برنامه توسعه پایدار در جهان و در ایران بود، این در حقیقت برنامه نهم ما هستش که پخش میشه و در موضوع ابداع زمان در مدرنیته، در مدرنیته جدید و بخصوص در مدرنیته متأخر، یعنی در 100 سال اخیر. و بنابراین موضوع از قبل هم اعلام شده بود و دوستانی که مایل بودن میتونستن در این ساعت به ما بپیوندن. البته این ساعت رو ما مبنای خاصی برای انتخابش نداشتیم. اگر پیشنهاد دیگه ای هست برای اینکه ساعت دیگه ای تعیین بشه میتونید با ما در میون بگذارید. همینطور در مورد سوژه هایی که ما به اونها در این برنامه ها خواهیم پرداخت. سوژه ای رو که هفته آینده من در موردش صحبت خواهم کرد، سوژه مربوط به اعتراضات مدنی هستش که در حال حاضر در آمریکا داره اتفاق میفته و بسیار از مطبوعات و غیره در موردش نوشتن. سعی میکنیم تحلیلی از اون رو در اختیار شما بگذاریم. اما موضوعی که امروز ما در موردش بحث میکنیم بحث زمان هست، ابداع زمان هست و امیدوارم برخی از سوالاتی که در این زمینه دارید رو این برنامه بتونه بهش پاسخ بده. یکی از انگیزه هایی که وقتی این پیشنهاد این برنامه مطرح شد برای من بسیار مهم بود این بود که در حقیقت بسیار از دوستان ما در مدیریت زمان دچار مشکل هستند. بسیار از دوستان جوان ما بخصوص در مدیریت زمان با مشکل روبرو هستند، به این صورت که همیشه از این گله دارند که زمانی که در اختیارشون هست کافی نیست براشون و نمیتونن به کارهاشون برسن، نمیتونن کار مفیدی انجام بدن. به یک نوعی خود این یک چرخه باطلی ایجاد میکنه که باعث میشه افراد افسرده تر بشن، باعث میشه که احساس بیهودگی بکنن. و من در برنامه آزمایشی که دیروز داشتیم در این مورد صحبت کردم و گفتم که یکی از دلایلی که ممکنه این عدم توانایی در مدیریت زمان رو ایجاد کنه
مسئله عدم شناخت مفهوم زمانه. اصولا وقتی ما نمیدونیم که زمان چه چیزی هست، اینکه بخوایم مدیریتش بکنیم و بسیار سخت است. زمان مثل خیلی از مفاهیم دیگه و پدیده‌های دیگه که ما با اون سر و کار داریم، شکل یک مفهومی هستش که به نظر میرسه ساده است، به نظر میرسه کاملا بدیهیه برای افراد، در این حال که چنین چیزی نیست. مسئله زمان پیچیده تر از اون چیزی است که ممکنه تصور کنیم و مباحث بسیار زیادی در این مورد در حوزه‌های علوم اجتماعی انجام گرفته که به اونها من بعضا اشاره خواهم کرد. اما نکته که میخواستم در اینجا روش تاکید کنم در ابتدا این است که ما یک نوع زمان نداریم و طبعا میتونیم صحبت بکنیم از زمان طبیعی، زمان بیولوژیک که نزدیکترین و قابل فهمترین مفهوم زمان هست که ما میتونیم بهش اشاره کنیم. میتونیم نگاه فلسفی نسبت به زمان رو ببینیم، میتونیم نگاه اجتماعی نسبت به زمان رو ببینیم، میتونیم نگاه مدیریتی و اقتصادی رو به زمان ببینیم. همه اینها مواردی هستند که با زمان میتونن ارتباط داشته باشن و بنابراین نباید انتظار داشت که یک نوع دیدگاه واحد نسبت به زمان رو ما روش تاکید کنیم. قصد ما هم در اینجا این نیستش که تمام این دیدگاه‌های مختلف رو مطرح بکنیم، چون نه زمانش رو داریم برای این کار و نه موضوعیت داره این کار، و هدف در این برنامه‌های گفتار عمومی آشنا کردن دوستانی است که تمایل دارن با گروهی از مفاهیم عمومی. و طبیعتاً ما در اینجا به مسئله زمان از دیدگاه اجتماعی توجه بیشتری خواهیم کرد. من در این حال این توضیح رو میدم که کامنت رو من باز میکنم به دلیل اینکه هنوز اطمینان نداریم از شیوه پخش و اینکه آیا همه دریافت میکنن برنامه رو یا نه. از این جهت هستش که من کامنت رو باز میکنم که دوستانی که دریافت میکنن برنامه رو اعلام بکنند که مشکلی در برنامه ندارند، در دریافت برنامه ندارند. ظاهرا مشکلی هست در دریافت برنامه. ما چند لحظه برنامه رو قطع میکنیم و دو مرتبه شروع میکنیم.
با سلام دوباره خدمت دوستان، برنامه لایومون رو دو مرتبه شروع میکنیم. نمیدونم باز میتونیم ما این برنامه رو ادامه بدیم یا نه، چون هم از سیستم ابدا اطمینان ندارم. کامنت رو من باز گذاشتم برای که دوستانی که برنامه رو دریافت میکنن اطلاع بدن که به ما که برنامه رو میتونن دریافت کنن یا نه. مطمئن من نیستم که دوستان بتونن برنامه رو دریافت کنن و خواهشم این است که دوستانی که برنامه رو دریافت میکنن به من اطلاع بدن. کامنت باز است که ما بتونیم برنامه رو شروع کنیم. یک بار برنامه رو شروع کردیم و من متوقف کردم، چون احساس کردم که کسی برنامه رو دریافت نمیکنه و مشکلی ما داشتیم در کامنت ها در دریافت برنامه، یعنی که احساس میکردم که دوستان نمیبینن برنامه رو. به هم جهت هستش که دو مرتبه شروع کردم برنامه رو اجرا کردن و بحثم رو دو مرتبه از سر میگیرم و کامنت رو فعلا ما باز میگذاریم برای اینکه این برنامه هم مثل برنامه های قبلی به صورت آزمایشی اجرا میشه. ما نمیتونیم اطمینان داشته باشیم واقعا از سیستم صوتی و تصویری که وجود داره و بنابراین اگر ببینیم به صورت خوبی این پیش میره به همین شکل ادامه میدیم، برای که وقتی کمتری از من میگیره تا اون شکلی که برنامه رو در گفتارهای عمومی ضبط میکردم و میگذاشتم روی به اصطلاح کانال. من بنابراین صحبتم رو دو مرتبه شروع میکنم. این برنامه رو ما در ادامه برنامه گفتارهای عمومی یا جامعه شناسی و علوم اجتماعی به زبان ساده برای شما اجرا میکنیم که این نهمین برنامه هست در اون مجموعه که به مفهوم یا به موضوع ابداع زمان مدرن اختصاص داره. خب زمان یکی از مفاهیمی است که مثل خیلی از مفاهیم اجتماعی برای افراد تا اندازه‌ای بدیهی به نظر میرسه، ولی همونطور که من بارها گفتم هر چیزی که در سیستم اجتماعی به نظر ما بدیهی میاد جای اون رو داره که در موردش فکر بکنیم و ببینیم که اصولا چرا زمان برای ما بدیهی. این نکته به خصوص در مدرنیته صادق هستش. اگر به زندگی روزمره خودتون توجه کنید میبینید که در این زندگی روزمره شما خیلی کم از خودتون ممکنه سوال بکنید که چرا در ساعت خاصی از خواب بیدار میشید، چرا در ساعت خاصی کارتون رو شروع میکنید، چرا مسیری که طی میکنید بین خونه تا محل کار زمان خاصیه، فرض بکنید نیم ساعت طول میکشه، یک ساعت طول میکشه، چرا 8 ساعت کار میکنید یا 6 ساعت کار میکنید و غیره، چرا در ساعت خاصی کارتون رو متوقف میکنید مثلا برای نهار یا استراحت و همینطور چرا در ساعت خاصی برمیگردید به خونه. کارهایی که در خونه میکنید مثلا از زمانی که برمیگردید به خونه تا زمانی که میخوابید باز تا حد زیادی به صورت اتوماتیک انجام میدید. حالا بعضی از افراد منظمترن، بعضی از افراد نامنظمترن، ولی کمابیش این نگاه کنید افراد در ساعت خاصی کارهای خودشون رو انجام میدن، کارهای روزمره شون رو لااقل میتونیم بگیم انجام میدن. خب ما کمتر از خودمون سوال میکنیم که اولا چرا در این ساعتها ما این کارها رو انجام میدیم، آیا ضرورتی در این وجود داره، آیا منطقی در این وجود داره. و بعض وقتا هم وقتی این سوالات رو از خودمون میکنیم پاسخهای خیلی باز بدیهی بهش میدیم، پاسخی که در حقیقت پاسخ نیست بلکه یک نوع همانگویی، اون اصطلاحی است در علوم اجتماعی ما بهش میگیم همانگویی، یعنی چیزی رو که بدیهی است شما دو مرتبه به همون شکل بدیهی که دریافت کردید میگید. مثلا من چرا صبح باید ساعت 8 بیدار شم؟ به دلیل اینکه ساعت 8 بیدار میشم که برم به سر کار، چون کارم ساعت مثلا 9 شروع میشه، یا فرض بکنید ساعت 7 بیدار میشم که یک ساعت که مسیر دارم بتونم ساعت 8 در کار باشم، کارم چون ساعت 8 شروع میشه مجبورم که ساعت 7 بیدار بشم. ولی از خودمون سوال نمیکنیم که خب چرا کار من ساعت 8 شروع میشه، چرا اصلا کار من باید در ساعت
مشخص شروع بشه. همه اینا چیزای بدیهی است که ما داریم. چرا باید مثلا در ساعت 12 ما نهار بخوریم؟ چرا باید در ساعت 8 شب شام بخوریم؟ یا ساعتهایی که کم و بیش یکسان شده است. ما الان از عصر تلویزیون مثلا در 10 سال پیش خارج شدیم، وارد عصر شبکه‌ای شدیم، ولی شاید بگم که 10 15 یا 20 سال پیش و شاید کمی هم بیشتر تلویزیون و رادیو و قبل از اون رادیو بود که ساعت افراد رو تعیین میکرد. افراد خیلی وقتا زمان شام، نهار و استراحتشون، زمان رو که در خونه داشتن بر اساس برنامه هایی که رادیو، تلویزیون و غیره اجرا میکردن تنظیم میکردن. خب این که ما بگیم ما این ساعت شام میخوریم چون این ساعت برنامه تلویزیونی پخش میشه، این دقیقا همون همانگویی هستش. یعنی این که در حقیقت ما پاسخی نمیدیم به سوال این که چرا این ساعت ها به صورتی هستند که ما اونها رو میبینیم، بلکه صرفا داریم تکرار میکنیم موقعیتی رو که درش هستیم. در صحبتی که من در اینجا دارم که گفتم با دیدگاه علوم اجتماعی به زمان نگاه میکنم، هم نشون بدم که چطور این مسئله مسئله است که ابداع شده از زمان خاصی به بعد، ابداع شده و افراد به تدریج این رو در خودشون به حدی درونی کردن که دیگه کسی به این مسئله فکر نمیکنه، بلکه صرفاً از یک نوع ساعت اجتماعی تبعیت میکنه، اطاعت میکنه، یک نوع اطاعت داوطلبانه که هرچه بیشتر کمرنگ هم میشه اون بخش اطاعتش، و به نظر میرسه که این کاریست که ما با کمال میل انجام میدیم و غیره، در حالی که شاید بگم در بخش بزرگی از مشاغل افراد لزوما از کاری که میکنن بنابر تحقیقات اجتماعی راضی نیستن و این کار رو صرفا برای درآمد انجام میدن، و بنابراین میتونیم بگیم که از بیدار شدن و رفتن به سر این کارم راضی نیستن. بنابراین میشه گفت از ساعتی هم که برای این قضیه در نظر گرفته که خودشون انتخاب نکردن راضی نیستن، ولی به تدریج اینها رو فراموش میکنن به دلیل اینکه این زندگی رو براشون ساده تر میکنه. خب ما میخوایم در اینجا به این پاسخ بدیم که چرا چنین وضعیتی پیش اومده و این وضعیت از چه زمانی پیش اومده، و این اون چیزیست که ما بهش میگیم ابداع زمان مدرن. ما به دو رویکرد نسبت به زمان، در بین رویکردهای بسیار متفاوتی که نسبت به زمان وجود داره در اینجا نگاه میکنیم و رویکردهای خیلی خیلی متفاوتی رو میذاریم کنار. اولا تمام رویکردهایی که من بهشون میتونم بگم و خیلی ها بهش میگن رویکردهای متافیزیک رو ما میذاریم کنار، یعنی رویکردهایی که حالا میتونه اسطوره‌ای باشه، میتونه اعتقادی باشه، میتونه رویکردهایی باشه که خارج از دسترسی حسی ما هستش، یعنی که ما برای ما اینا قابل مشاهده تجربی نیستن، قابل تجربه کردن نیستن. ما وقتی از زمانهای بیکران صحبت میکنیم یا از دورانهای بسیار بسیار باستانی و دوردستی صحبت میکنیم که هیچ شاهدی نسبت بهش نداریم، حتی به صورت غیر مستقیم، حتی در قالب بازمانده های باستانشناختی، یا از مفاهیم کاملا انتزاعی صحبت میکنیم، حالا چه فلسفی و چه دینی و غیره، اینها میره در یک سیستم متافیزیک. ما اون رو کنار میذاریم چون بحث ما در اینجا اون نیست. مثل زمانی که بعد از مرگ وجود داره، زمانی که بعد از مرگ وجود داره یک مفهوم دقیقا انتزاعی هستش، بس بر سر واقعی بودن یا نبودن یا اعتقاد داشتن یا نداشتن نیست. مسئله این است که از لحاظ اجتماعی اون اصلا بحثی نیست که ما بخوایم در موردش صحبت بکنیم و اینجا بخوایم در موردش صحبت کنیم. این یکی از جنبه‌هایی است که ما باید کنار بگذاریم اگه بخوایم به صورت اجتماعی به این سوال جواب بدیم که آیا زمان در دوران مدرن ابداع شده و چرا ابداع شده و چرا رابطه ما به شکلی است که امروز ما اون رو میبینیم. خب اگر این زمان متافیزیک رو بذاریم کنار، که هر کدوم از شما میتونید به صورت‌های مختلفی اون رو برای خودتون تعریف کنید و توی صحبت دیگران همین رو تشخیص بدید، مثلا به این به دینی یا غیر دینی بودن افراد
بستگی نداره. خیلی از افراد سیاسی وقتی از گروهی از مفاهیم صحبت میکنن، مثلا افراد سیاسی که فرض بکنید چپ هستن، وقتی اینها از یک گذشته از یک آینده خیلی طلایی صحبت میکنن که فرض کنید که مردم همه واقعا برابر شدن و سیستم های اجتماعی کاملا سیستم هایی هستند که برابر خواهانه هستند، مردم در خوشبختی زندگی میکنن و غیره، خب اینا دارن از یک زمان متافیزیک صحبت میکنن. همونطور وقتی که یک به اصطلاح گروه دینی دارن از یک آینده ای در بعد از مرگ صحبت میکنن یا در همین جهان صحبت میکنن که قابل تجربه نیست، این هم باز یک زمان متافیزیک. خب اگه این رو ما بگذاریم کنار و بحث دیگه هم هست، مثلا فرض کنید جهانهای موازی، جهان هولوگرافیک و مباحثی به این شکل هم شما در سالهای اخیر داشتید که خیلی هم پرطرفدار است، توی در حوزه هایی قرار میگیره که ما بهش میگیم پاراپسیکولوژی یا حوزه هایی که علم به رسمیت نپذیرفتش. جهان هولوگرافیک یکی از اینا هست، جهان موازی و مباحث دیگه فرضیاتی وجود داره در زمینه علمی ولی هیچ چیز ثابت شده ای وجود نداره. اگر اینها را بگذاریم کنار، خب ما به دو فرم زمانی روی دو فرم زمانی بحثمون رو قرار میدیم که این دو، یعنی دو رویکرد نسبت به زمان بحثمون رو قرار میدیم و این رو ارتباطش میدیم به دو زمانی که کاملا قابل درک. یکی روی کرده که من میتونم بهش بگم بیولوژیک و طبیعی، ما یک زمان بیولوژیک طبیعی داریم و از گذشته تا امروز این زمان هنوز وجود داره. هر دو فرم زمانی که من بهش اشاره میکنم هم در گذشته وجود داشته و هم امروز وجود داره و یکی هم یک زمان اجتماعی و به اصطلاح تجربی هستش که ما یا قراردادی هست که ما امروز با اون سر و کار داریم. مثال از هر دوش میتونم بزنم. مثال از اولی، زمانی است که ما در خود بدنمون داریم. زمان یک نوع تداوم هست و یک نوع ریتم هست، یک ریتمیک هست. خب مثلا اگر ما بخوایم هیچ وسیله برای سنجش زمان شما نداشته باشین، میتونین این وسیله رو صرفا ضربان قلبتون بگیرید یا ضربان رگتون بگیرید. به این ترتیب شما اگر در هر موقعیتی هیچ ساعتی نداشته باشید و هیچ طور نتونید زمان رو اندازه بگیرید، کافیه انگشتتون رو روی رگتون بگذارید و ضربانی رو حس میکنید که این یک ضربان طبیعی قلب هست، مثلا در حدود بین 80 تا 90 هست، معمولا کمی بیشتر از یک دقیقه هست. قلب ما معمولا در این حدود 80 تا 90 بار ضربان داره، بنابراین میتونید به این ترتیب زمان رو بشمارید. پس زمان یک واقعیت بیولوژیکه. اینو من از این لحاظ میگم که در بعضی از همون رویکردهای ایدئولوژیک و متافیزیک و غیره نسبت به بحث زمان، حتی این مسئله مطرح شده که زمانی که مفهوم انتزاعی است و واقعیت نداره، چنین چیزی نیست. ما واقعا به عنوان جامعه شناس به چنین چیزی اعتقاد نداریم، به خاطر اینکه زمان قبل از هر چیزی در بدن ما هستش. هر کسی که زنده هستش یک ریتمیک قلبی داره و میتونه دست بگذاره روی رگ خودش تا بفهمه که زمان واقعا وجود داره. با یک ریتم خاصی قلب فشرده میشه، انقباض و انبساط قلبی اتفاق میفته، خون در رگ‌ها جاری میشه و حرکت میکنه در بدن، در سیستم گردش خون. همین ریتمیک رو به صورت کندتر مثلا ما در سیستم گوارشی داریم که این باعث میشه که یک فرد گرسنه بشه، تشنه بشه. گرسنگی و تشنگی روی سیکلیک، روی سیکلی و روی چرخی انجام میگیره که کندتر هستش. مثلا آدم ها در حدود هر 6 8 ساعت 10 ساعت گرسنه میشن و معده شروع میکنه به پاشیدن اسید در روی جداری خودش تا به اونها اعلام کنه این گرسنگی رو تا بتونن به خودشون غذا برسونن. سیستم های دیگه هم همین کار رو در مورد آب میکنن در بدن، چون باید به صورت مرتب به بدن آب رسیده بشه. بنابراین شما اینجا هم یک سیکلیک دارید که این سیکلیک یا این چرخه
کنتر از چرخه گردش فوم. از اون طرف هم سیستم های چرخه زمانی بیولوژیک تونتر دارید از ضربان قلبی که اون سیستم چرخه عصبی هستش. چرخه عصبی چرخه بسیار بسیار سریع هستش، در چند صدم ثانیه یا بعضی وقتا چند هزارم ثانیه انجام میگیره. حرکت الکترونیکی که روی اعصاب انجام میگیره، مثلا وقتی شما چیزی رو لمس میکنید، در چند هزارم ثانیه این لمس تبدیل به یک معنا میشه در مغزتون. به این ترتیبه که ما قادر هستیم که وقتی دست میزنیم بر روی یک سطحی، بلافاصله مغز ما به ما میگه که این سطح چی است، آیا چوب است، پلاستیک است، آیا گرم، سرد، و همه اطلاعات بسیار بسیار زیادی از این سطح رو به ما میده. ما با دستامون میتونیم بسیار بسیار اطلاعات بگیریم، ولی منظور من گرفتن این اطلاعات از طریق لامسه نیست. منظور من سرعتی هستش که سیستم عصبی داره از لحاظ زمانی، و باز در اینجا شما زمان رو میتونید به صورت طبیعی درک کنید. بنابراین این زمان زمانی هستش که حسی که ما در دستمون داریم اطلاعات رو، دیتایی رو که لمس میکنه به مغز میرسونه، و زمانی هست که مغز اون دیتا و اون داده رو آنالیز میکنه. این آنالیز نشون میده که ما در حقیقت داریم چه ماده‌ای رو لمس میکنیم. شما اگر مغزتون رو، اگر چشماتون هم ببندید و تعداد زیادی اشیاء رو در مقابل خودتون قرار بدین، این آزمایش رو میتونید انجام بدین، دست به هر کدوم اینا بزنید، مغز به شما میگه که این چیزی که دارید بهش دست میزنید، گروه از اطلاعات رو بهتون میده، مثل جنسش، مثل سرما و گرماش، حرارتش، مثل در حقیقت اون نوع سطحی که دارید بهش دست میزنید. پا هم همین اطلاعات رو میده. کسانی که راه میرن و زیاد راه میرن میدونن که همطور که راه میرن دائم پا بهشون اطلاعات و دیتا میده. خب این حرکت دیتا یا حرکت داده از پا، از حسای پا، از حسای دست به مغز، پردازش اطلاعات در مغز و برگشت اون به صورت فرمان هایی که مغز میده، که مثلا شما وقتی یک مانعی رو جلوتون میبینید حرکتتون رو تغییر بدید، شیوه حرکتتون تغییر بدید، کاری که هر روز شما در پیاده رو میکنید، در توی تمام فضای شهری میکنید، این است که بر اساس اطلاعاتی که از چشماتون میگیرید و از دستاتون میگیرید، از پاهاتون میگیرید و غیره، مسیر حرکتتون رو کنتر میکنید، تونتر میکنید و غیره. خب این سرعت حرکت داده رو نشون میده. این زمان بیولوژیک معادل اولیه خودش رو توی سیستم های اجتماعی در سیستم های معیشتی کشاورزی پیدا میکنه. سیستم هایی که درست قبل از سیستم های به اصطلاح مدرن قرار گرفتن. من در مورد تمام سیستم ها صحبت نمی کنم، صرفا در مورد سیستم های به اصطلاح کشاورزی صحبت میکنم، در اینکه اینا مهمترین نکته هستن که ما رو به موضوع اصلیمون که بحث مدرنیته هست میرسونه. من با اجازهتون کامنت ها رو قطع میکنم، چون دیگه مشخص است که همه اطلاعات رو دارن و تا تصویر به صورت عادی برگرده. خب در سیستم هایی که ما داریم در کشاورزی، که در دورانی که از لحاظ زمانی ما میتونیم بگیم قرار میگیره بین حدود 10,000 سال پیش که انقلاب نوسنگی اتفاق میفته، تا حدود 200 سال پیش، 250 سال پیش که انقلاب صنعتی اتفاق میفته، در طول این چند هزار سال جوامع انسانی جوامع کشاورز هستند. در جوامع کشاورز زمان بسیار بسیار نزدیک به زمان بیولوژیک. البته این به این معنی نیست که قبلش نزدیک نبوده، اما در سیستم های کشاورزی نزدیکی سازمان یافتگی خیلی بالاتری پیدا میکنه. مثلا نگاه کنید به شروع و پایان کار در سیستم کشاورزی. شروع و پایان کار در سیستم کشاورزی بسیار نزدیک به شروع و پایان به اصطلاح یک زمان بیولوژیک در بدن. وقتی که ما از خواب بیدار میشیم در یک سیستم کشاورزی و
بعد از اینکه برای تجدید قوا یک صبحانه چیزی میخوره، بلافاصله کارش رو شروع میکنه و کار اتمامش با غروب آفتاب هستش. خب پس در اینجا ما میبینیم که بین شروع کار و پایان کار و این ساعت بیولوژیکی که در بدن هست یک رابطه ای وجود داره، در حالی که این رابطه بعد میبینیم که در مدرنیته کاملا یا به حد زیادی از بین میره. درسته که گفته میشه ما صبح میریم سر کار، شب برمیگردیم، ولی در واقعیت قضیه کار به صورت دائم داره انجام میشه و خیلی از کارخونه ها هر سه شیفت کار میکنن، بنابراین خیلی از افراد شب کار میکنن و غیره، و ساعت کار هم لزوما با تاریکی هوا و روشنایی هوا ارتباطی نداره. در سیستم کشاورزی این کاملا ارتباط داره. فصل ها، روزها و کوتاه بلند شدن روزها، تغییر سیستم روشنایی، تغییر سیستم اقلیمی کاملا یک زمان بیولوژیک رو منتقل میکنه به زمان اجتماعی در جوامع کشاورزی. البته خب در اینجا باید یک اشاره به اون زمان متافیزیکی که گفتم بکنم که زمان متافیزیک هم در این دخالت میکنه از طرق مختلف. فرض بکنید که با سیستم های آینی، با سیستم های جشن، با انواع اقسام صورت های مختلف دخالتش رو در زمان اجتماعی میکنه. یعنی زمان اجتماعی، من گفتم با روی کرد اجتماعی نگاه میکنم، به این معنا نیست که زمان متافیزیک در زمان اجتماعی حضور نداره. بیشتر بحث من این هست که ما بیشتر میخوایم این زمان اجتماعی بپردازیم. به عنوان مثال در اکثر سیستم های شهری روزهای تعطیل یک زمان متافیزیک هستن، یعنی یک زمانی هستن که انطباق دارن روی یک تعطیل دینی. جمعه ها در مثلا سیستم اسلامی، شنبه ها در سیستم یهودی، یک شنبه ها در سیستم مسیحی و غیره، این بارزترین شکلش است، یا تعطیلات مذهبی. ولی خب در سیستم های سیاسی هم شما اینو دارید، روزهای تعطیل معمولا یک زمان مقدس، یک زمان فوق العاده است، یک زمان ایدئولوژیک، یک زمان غیر طبیعی است. به همین جهت هم این بلافاصله در سیستم اجتماعی خودش رو نشون میده. اگر در حالت طبیعی افراد در روز عادی میرن به سر کار، در روز تعطیل به سر کار نمیرن، در روز تعطیل کار دیگه ای میکنن. حالا ممکنه البته افراد خودشون کمتر کنفرمیست باشن یا بیشتر، مثلا در روزهای جمعه نماز جمعه در نظر گرفته شده، و در سیستم های مسیحی فرض کنید افراد میرن به کلیسا، در سیستم های یهودی میرن به کنیسه و غیره. ممکنه کسی این کارو نکنه، ولی به هر حال کار عادیش رو هم نمیکنه و برای اون روز برنامه دیگه‌ای برای خودش میریزه. این برنامه اون برنامه عادی نیست که معمولا اتفاق میفته. زمان ایدئولوژیک یا زمان متافیزیک زمان عادی رو تغییر میده. خب حالا ما در زمان کشاورزی بسیار نزدیکیم به زمان بیولوژیک، اما زمان اونقدر که در زمان مدرن اهمیت داره در دوره کشاورزی اهمیت نداره. ممکنه این تصور وجود داشته باشه برای خیلی ها که خب در زمان کشاورزی هم فصل خیلی مهمه، اینکه چه زمان بارون بیاد، چه زمان بارون نیاد، خشکسالی کی بیاد، خشکسالی کی بره، و چه زمانی باید آب داد و غیره. وقتی میگم به این اندازه مدرنیته اهمیت نداره، معناش این نیست که اصلا اهمیت نداره. نوع این در حقیقت رابطه متفاوت هستش در زمان کشاورزی و زمان صنعتی شده. در زمان کشاورزی اهمیت زمان و رابطهش با معیشت مشخصه و عمدتا از طریق سیستم معیشتی این اتفاق میفته. اون نوع زندگی که ما در روستا میبینیم. اما میتونیم بگیم که در سیستم معیشتی، در سیستم معیشتی روستایی، زمان متافیزیک در حوزه دینی، در حوزه اعتقادی است که بیشترین دخالت رو داره در سیستم اجتماعی زمان، در حالی که در حوزه مدرن این متفاوت میشه و این میره بیشتر به طرف سیستم های سکولار، و سیستم های سکولار هستند که دخالت بیشتری میکنن در کنترل زمان، منتها نوع دخالتشون هم متفاوت هستش. در سیستم های کشاورزی افراد
تبعیت میکنن از یک نوعی ریتمیکی که سیستم مذهبی براشون میذاره، که مهمترینش همون فرض کنید رفتن به کلیسا هستش در روزهای یک شنبه، مثلا در سیستم مسیحی، یا نماز جمعه در سیستم اسلامی و غیره. و فرض کنین یا ریتمیک های نزدیک تر هم دارن، نماز یکی از این ریتمیک ها هست در زمان های خاصی در روز که باید اون عبادت به جا بیاد، آینه های مختلفی که باید در زمان های مختلفی انجام شه. این ها ولی عمدتا ریشه از سیستم های متافیزیک دینی میگیرن. این ها هستند که روی زمان معیشتی و روی زمان اجتماعی تاثیرگذاری میکنن. ولی در نهایت اگر ما بخوایم مقایسه‌ای بکنیم بین زمان به اصطلاح انسان‌ها در دوران کشاورزی و در دوران مدرن، در دوران کشاورزی میتونیم بگیم که انسان‌ها بسیار کمتر به زمان وابستن، برخلاف اون چیزی که اغلب در مدرنیته تلاش میشه که نشون داده بشه که افراد استقلال بیشتری دارن نسبت به زمان، زمانشون دست خودشونه. اینطور نیست. در سیستم های کشاورزی ما میدونیم که افراد استقلال بیشتری نسبت به زمان داشتن، و حتی اگر عقبتر بریم تو جوامع فرض کنید شکارچی و گردآورنده که پیش از 10000 سال پیش بودن، در اونجا آخرین مطالعاتی که انجام شده نشون میده در اونجا باز همین بیشتره، باز همین استقلال نسبت به زمان بیشتره. که نوع و به اصطلاح شاخص اندازه‌گیری این قضیه، یکی از شاخص‌های مهمش اوقات فراغت، چقدر در هر دورانی در هر شکلی از معیشت چه میزان افراد از اوقات فراغت برخوردارن، یعنی اون چیزی که ما میتونیم بگیم متعلق به خودشون هست، تا چه اندازه از این مسئله برخوردار هست. خب میبینیم که در دوران شکار و کشاورزی خیلی بیشتر هستش، زمان تصور میشد افراد بسیار اونجا بیشتر باید کار کنن به این معنی که در جستجوی غذا باشن، ولی اغلب مطالعاتشون که اینطور نیست. در اون زمان اوقات فراغت بیشتری داشتن، میتونستن بیشتر کارهایی رو که دلشون میخواد بکنن. در دورانی که کشاورزی هم همینطوره، در فصل زیادی در بخشای زیادی از سال افراد چون در انتظار به اصطلاح به بار اومدن محصول هستن، از زمان بیشتری برخوردار هستن برای رفاه خودشون. و اتفاقا مدرنیته به صورت متناقضی هست که زمان رو از همه به نوعی میدزده، و ما رو این مسئله میخوایم الان برسیم. مدرنیته وقتی که با صنعتی شدن طبعا شروع میشه، با انقلاب صنعتی شروع میشه، و یکی از اولین کارهایی که انقلاب صنعتی میکنه که لزوما اینها به این شکل نیست که بخوایم بگیم برنامه ریزی دقیقا بر اساس یک ایدئولوژی دقیق انجام شده، اینها شرش طولانی، ولی منطق صنعتی شدن اصولا این است. منطق صنعتی شدن این است که زمان رو به طور کامل تصاحب کنه، نه تنها زمان معیشتی و زمان تجربه فردی افراد و تجربه جمعی افراد رو که در معیشت میذاره تصاحب کنه، بلکه زمان متافیزیک رو هم تصاحب کنه. این مسئله بسیار مهمی است، یعنی که در حقیقت اتفاقی که میفته در بین قرن 18 تا قرن 20 این هست که ما میریم به طرف یک نوع توتالیتاریسمی نسبت به مسئله زمان. در ابتدا به نوعی یک نوع تقدس بخشیدن مبالغه آمیز و غیر قابل تصور با زمان رو ما میبینیم که باید انجام بگیره. در ابتدا باید افراد به نوعی بنده زمان بشن، به نوعی که زمان بر اونها حکومت کنه، به نوعی که در هر ثانیه باید متوجه باشن در چه زمانی هستن. این چیزی بوده که در جوامع کشاورزی زیاد مطرح نیست. در جوامع کشاورزی زمان بسیار مبهم‌تر است، هنوز کسی از ساعت صحبت نمی‌کنه. از بیشتر وقتی شما به زبان روستایی هم برمیگردید می‌بینید صحبت می‌کنن، میگن پیش از ظهر، بعد از ظهر، قبل از، مثلا توی جوامع اسلامی یکی از رفرنس‌ها مسئله اذان بوده و مسئله نماز بوده، قبل از نماز ظهر، بعد از نماز ظهر، قبل از نماز مغرب، عشا و غیره. زمان مبهمه، در حالی که در سیستم مدرن این زمان مبهم تبدیل به زمانی هرچه دقیق‌تر میشه که بر اساس ساعت تنظیم میشه.
و هر اندازه میایم جلو، حتی این ساعت که به دلایل اقلیمی کاملا روشن متفاوت در بین گروه های انسانی مختلف، این زمان هم تبدیل شده به یک زمان جهان شمول، کما اینکه امروز ما یک ساعت جهان داریم، یک ساعت جهانی داریم که یک زمان مشخصی رو نشون میده و بعد نسبت به اون ساعت به اصطلاح مورد استناد ساعت کشورها محاسبه میشه، مثلا منهای 7 ساعت نسبت به اون، به علاوه 12 ساعت نسبت به اون، تا تمام زمان ها به این ترتیب به وجود بیاد. شما اگر روی آیفون هاتون هم نگاه کنید میبینید که وقتی وارد اینها میشین زون های زمانی میبینید، یعنی تکه های، یعنی بخش بندی های زمانی میبینید. اینا همه به تدریج اتفاق افتاده توی قرن 19، از اواخر قرن 19 تا نیمه قرن 20 هست که این زمان ها یکی میشه، نرمالیزه میشه. و یه اتفاق جالبی که میفته در ابتدای صنعتی شدن که خیلی سمبولیک هست، نشون میده که چطور مدرنیته زمان رو نه تنها میخواد به یک تقدس خیلی بالا برسونه، بلکه میخواد به طور کامل تصاحب کنه و به طور کامل اون رو در زندگی افراد وارد کنه. با سمبولیسم جایگزینی ساعت به جای ناقوس کلیساست. اگر امروز نگاه کنید توی خصوص شهرهای اروپایی این رو میبینید که قبلا نقطه اصلی شهر، به نوعی نقطه محوری شهر، در جایی بود که کلیسای مرکزی شهر قرار میگرفت، ببخشید بعد درست کلیسای مرکزی شهر قرار میگرفت و ناقوسی که در اونجا وجود داشت، و این ناقوس در زمانهای خاصی به صدا در میامد، وقتی یک اتفاق مهمی میافتاد یا وقتی که افراد میخواستن خونده بشن به اینکه برن برای عبادت و غیره. اگر خارج از این زمان این اتفاق میافتاد، خب قابل تعجب بود برای همه. در سیستم اسلامی همین رو شما در ساعت اذان میبینید، اذان در ساعت های خاصی بنابر طبیعت گفته میشد، یعنی بر اساس اینکه خورشید در چه موقعیتی قرار داره، موقع قبل از طلوع یا زمانی که در نقطه خاصی خورشید قرار میگیره نسبت به زمین و غیره، و یعنی زمین نسبت به خورشید، و بنابراین تصاحب به این شکل است که ساعت و شهرداری جایگزین کلیسا بشه. این اتفاق مهم هست که با سنت شدن میفته. در حقیقت اون مرکزیتی که در بنای کلیسا وجود داره، کلیسای مرکزی وجود داره که ناقوس هست در بالاش، جای خودشو میده به شهرداری و ساعتی که در بالای شهرداری هست. هنوز در بعضی از شهرهای ما اون ساعت در بالای شهرداری هست، در خیلی از شهرهای ما هم به این صورت بوده که میدانی داشتیم به نام میدان ساعت. ساعت در ابتدا وارد شهر میشه و کما اینکه شهر خودش عامل در حقیقت کاملا روشنی است برای اینکه ما وارد شکل جدیدی از رابطه با مکان و زمان میشیم. شهر مکان زمانی هستش که زمان درش تقدس بسیار بالایی داره و مکان هم درش تقدس بسیار زیادی داره. مکان به این صورت این تقدس رو پیدا میکنه که به قول لوفه فونکسیونالیزه میشه، کارکردی میشه، یعنی هر مکانی تخصیص پیدا میکنه به یک کار. این رو شما هم میتونید در مکانهای درونی ببینید، هم در مکانهای بیرونی. در خانه‌های روستایی عموماً اتاق‌ها از هم جدا نیست و اتاق‌ها مالتی فانکشنال هستن، چند کارکردی هستن. در همونجا که افراد غذا میخورن شب جمع میکنن و بعد رخت خواب میاندازن و میخوابن. در سیستم مدرن تقسیم بندی درون خانه اتفاق میفته، اتاق خواب، اتاق غذا خوردن و غیره. در بیرون و شهر که به صورت گسترده این اتفاق میفته، تقسیم شهر یا مکان به کارکردهای مختلف از به اصطلاح اشکال خاص به وجود آمدن رابطه جدیدی است که با مکان زمان ایجاد میشه. اما حالا برگردیم به زمان، زمان هم همین اتفاق درش میفته، یعنی در شهر حتی میشه گفت زمان بیشتر از مکان تقدس پیدا میکنه، یعنی که افراد در ابتدا شاهد این هستند که خیابان ها و
به اصطلاح نقاط مختلف شهر که حالا با صنعتی شدن تبدیل میشه هرچه بیشتر به زیستگاه اصلی انسان ها برخلاف روستاها، و این اتفاق عمدتا در نیمه دوم قرن بیستم میفته، پر از ساعت های خیابانی میشه. اما این یک روند هست که دائما تکرار میشه و اضافه میشه و بیشتر و بیشتر میشه. چطور بیشتر میشه؟ به این صورت که افراد هرچه بیشتر نیاز به دونستن ساعت و تنظیم ساعتاشون دارن، با اون ساعت جهانی شده و با ساعتهای مثلا شهر معمولا با هم ساعت شهرداری تنظیم میکردن که خودش تنظیم میکرد با ساعت جهان شمولی که فیزیکدان ها تعیین میکرد. و میبینید که انواع اقسام ساعتهای جیبی ظاهر میشه و بعد ساعتهای مچی ظاهر میشه. حتی به نوعی امروز ما به نوعی کاملا وابسته هستیم به تلفن‌های همراهی که اینها ساعت‌های جدید هستند و بسیار هم دقیق‌تر هستند، به دلیل اینکه اینها انتهای همون منطقی هستند که بهش اشاره کردیم، یعنی در هر لحظه نشون میدند که ما در کجا قرار داریم، یعنی هم زمان درشون وجود داره و هم مکان درشون وجود داره. و بنابراین ما کاملا میبینیم که چطور زمان و مکان از طریق تلفن همراه که جنبه عمومی پیدا کرده در همه درونی میشه. خب این جنبه های خوبش این هست که همین هست که ما الان داریم اینجوری با هم صحبت میکنیم. جنبه های بعدش در اون هستش که همه ما کنترل پذیرتر میشیم، همه ما زیر نگاه بیشتری قرار میگیریم، همه چیز ما در حقیقت از طریق کاری که میکنیم با دستگاه های تلفنمون ضبط میشه و این کار کاملا به راحتی میتونه منتقل بشه به یک مرکز اطلاعات و در اونجا تمام رفتارهای ما سنجیده بشه، دیده بشه، زندگی خصوصی ما به نوعی معنای خودش رو از دست میده در مدرنیته متأخر، اگر البته کاری برای این قضیه انجام ندیم. خب این درونی شدن رو تقدس پیدا کردن به نوعی در قالب اولویت پیدا کردن زمان متافیزیک سکولار نسبت به زمان متافیزیک دینی هم خودش رو نشون میده. به چه صورت؟ به این صورت که در سیستم متافیزیک دینی این کنترل محدودتری هستش. ممکنه درست عکس این به نظر برسه باز، یعنی که در متافیزیکی رو بگیرید مثل فرض کنید اسلام که در اون از طریق عبادت مثلا چند بار در روز افراد در ساعات خاصی کار خاصی رو باید انجام بدن بدون اینکه کنترل بیرونی وجود داشته باشه، یعنی ممکنه نمازشون رو سر وقت بخونن، ممکنه نخونن، یا ممکنه سر وقت نخونن یا اصلا نخونن. بر تقدیر نماز جمعه وجود داره ولی لزومی یعنی ضرورت یا اجباری نیست در شرکت کردن درش. همین در مسیحیت هم هست، در مسیحیت هم عبادت های شبانه روزی هست و هم عبادت های هفتگی هست، سالانه هست و غیره، اما در هیچ کدومش اجباری وجود نداره. بنابراین محدود این دخالت، در حالی که شما وقتی که گذر میکنید به سیستم مدرن ساعتهایی به دستتونه و شما در عرض روز متوجه نیستیم و ما متوجه نیستیم، چون اونقدر درمون درونی شده که متوجه قضیه نیستیم، ولی دقیقه به دقیقه ما به نوعی زیر کنترل هستیم. ما اگر 10 دقیقه دیرتر از خونمون حرکت کنیم، 10 دقیقه دیرتر به سر کار میرسیم و مجازات میشیم بابت این، یعنی ممکن است حقوقمون کم بشه یا برای ما غیبت زده بشه. بنابراین باید مسیر رو محاسبه کنیم، نمیتونیم از هر مسیری که دلمون میخواد بریم و یعنی زمان رو جای دیگه از دست میدیم. و بقیه زمانها و اون زمانهایی که بهش گفته میشه فراغت، و به نظر میرسه که زمانهایی هستش که در دوران مدرن به دلیل ثروتی که تولید شده بیشتر هست، بیشتر نیست، نه به شکل مطلق بیشتر نیست، بلکه در اختیار ما نیست. ما اونجور ما تمام تصورمون این است که ما هستیم که این زمانها رو انتخاب میکنیم، در حالی که اینطور نیست، به دلیل اینکه ساختار اوقات فراغت از طرف ما تعیین نمیشه. اینکه شما وقتتون رو به چه صورت بگذرونین رو خودتون تعیین
نمی کنید. ممکنه شما تصور کنید یا خودتون تعیین میکنید، ولی خودتون تعیین نمی کنید. این وقت به صورتهای مختلفی از طرف نهادها، حالا بستگی به هر سیستم سیاسی که داشته باشین، تعیین میشه که شما از این وقت میتونید بیشتر برید به سینما، میتونید بیشتر برید به کتابخونه، یا میتونید برید به رستوران و غیره. و بنابراین زمانهای خود اونها هر کدوم مشخصه، بنابراین شما باید خودتون رو با اونها تنظیم کنید، اونها خودشون رو با شما تنظیم نمی کنن. اگر بخواید به رستوران برین در ساعات خاصی باید برین، برای سینما باز هم دقیق تره، در موارد دیگه هم محدودیت های زمانی بسیاری وجود داره. و حتی در خونه و در خصوصی ترین رفتارهای ما میبینید که سیستم هایی مثل رادیو، مثل تلویزیون، مثل حتی شبکه های ارتباطی ما رو کنترل میکنن، ما رو زیر نظر دارن و از ما میخوان که کار خاصی رو در زمان خاصی انجام بدیم. این مفهوم ابداع زمان مدرن هستش. اما این تمام قضیه نیست، چون در این یک بعد میشه گفت که سختری هم وجود داره، یک بعد میتونم بگم سهمگینتری هم وجود داره. این بود چیه؟ این بود همون اتفاقی است که در سطح زمین شهری هم میفته. در زمین شهری فونکسیونالیزه شدنش، یعنی کارکردی شدنش، قیمت زمین شهری رو دائما افزایش میده. بنابراین مسائلی مثل مسکن در شهر، رابطه با زمین شهری تبدیل میشن به مشکلاتی که ظاهرا پایانی ندارم و ما میبینیم که تمام شهرهای بزرگ با این و حتی شهرهای متوسط با این مسئله روبرو هستن. این دلیلش این است که این عمل تصاحب انجام شده و عمل تصاحب یک تصاحب مطلق هست که بعداً افراد ناچارند ازش تبعیت کنند. خب همین اتفاق در مورد زمان هم میفته. در ابتدا باید منتها افراد زمان رو کاملا درونی میکردن. در رابطه با زمین این یه مقدار متفاوته، چون در دوران کشاورزی افراد تا حد زیادی مسئله زمین رو در خودشون درونی کرده بودن. کشاورز کاملا میدونست که زمین تا چه اندازه ارزش داره، یک تقدس بالایی برای زمین قائل بود. ما تعداد واژگانی که درش تقدس زمین مطرح میشه، خاک مطرح میشه و غیره رو میتونید ببینید که چقدر زیاده. این علتش این است که در دوران کشاورزی خاک تقدس بسیار بالایی داشته و این به زبان هم منتقل میشه. زمان اینطور نبوده، ولی در دوران مدرنیته این اتفاق در مورد زمان هم میفته. از چه طریق؟ از طریق کالایی کردن زمان، یعنی اینکه زمان ما رو افراد مختلفی، امروز اغلب شرکت‌های بزرگی همین اطلاعاتی، یعنی شرکت‌های که همین شبکه‌های اجتماعی رو می‌سازن، توییتر، همین سیستم اینستاگرام، سیستم‌های دیگه، اینها تصاحب می‌کنن زمان ما رو و ما بدون اینکه بدونیم در حقیقت بردگان، اصطلاح اسم میگم بردگان کرونوس که خدای زمان بود، تبدیل میشن همه آدم‌های مدرن به نوعی بردگان زمان، بدون اینکه البته متوجه باشم. چون مثلا وقتی شما در نظر بگیرید که یک فردی که امروز در همین جامعه امروز ما شما در نظر بگیرید 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت از وقتش رو با شبکه اجتماعی میگذرونه، این در حال مصرف کردن زمانشه، این در حال دادن زمان خودش به این شبکه است که این شبکه به رایگان از اون استفاده میکنه. و این در داخل خود سیستم شهری هم کاملا آشکاره. شما میدونید که ایران الان در اروپا این کاملا جا افتاده که مثلا فروشنده ها هست بشن در فروشگاه بزرگ، افراد خودشون کار خودشون رو انجام بدن، یعنی برن از صندوق های اتوماتیک رد شن، کار اون صندوقدار رو خودشون انجام بدن، یا فرض کنین در فروشگاهایی که مبل فروشی های بزرگ بودن قبلا، به جای اینکه دیگه کارگران مبل رو سرهم کنن، به شما دستورالعملی میدن و شما اینو میبرید و خودتون مبل رو سرهم میکنید. یا حتی الان در فرودگاه ها بسیار از اون کارهایی رو که قبلا خدمه پرواز میکردن، چمدون رو تحویل میگرفتن و کارهای دیگه رو انجام میدادن، الان دستگاه ها باید انجام بدن، یعنی خود ما باید انجام بدیم، دستگاه در حقیقت انجام نمیده، ما انجام میدیم. و این زمان در واقع زمانی است که پولی بابتش پرداخت نمیشه
به شما گفته میشه که 2 ساعت 3 ساعت زودتر بیاید به فرودگاه. این 3 ساعت یک ارزشی داره که کاملا هم قابل محاسبه است، ولی این 3 ساعت رو شما برای این زودتر میرید به فرودگاه که بسیار از کارهایی که باید خود خدمه پرواز انجام بدن ما امروز انجام میدیم. البته الان که یک شرایط استثنایی است که کرونا وجود داره، من در حالت عادی دارم صحبت میکنم. خب این در همه جنبه های شهری دیده میشه که زمان تبدیل به یک کالا میشه و افراد میخوان اون رو بخرن. سیستم های شبکه اجتماعی از همه بیشتر این کار رو میکنن. شما به همین سیستم اینستاگرام نگاه کنید که چطور این میتونه وقت افراد رو بدزده. توییتر چطور میتونه وقت افراد رو بدزده و چقدر دستکاری در اینها ساده هستش. ساده بودن از این لحاظه که ما میتونیم خیلی، من اگر برم در یک تمثیل خیلی به اصطلاح فیزیکی، شما این رو کاملا میتونید درک کنید. بسیاری از اعداد و ارقامی که در این سیستم ها وجود داره اعداد و ارقام واقعی نیست، مثل تعداد فالوورها، مثل تعداد افرادی که مشارکت میکنن و غیره در یک بحث فرض کنید. ولی اینا چرا واقعی نیست؟ برای که ما اینها رو با اعداد دیگه مقایسه میکنیم که اونها خیلی بزرگه. مثلا الان من نمایشگری که اینجا میبینم نشون میده حدود 30 نفر دارن این بحث رو دنبال میکنن. من اگر این 30 نفر رو مقایسه کنم با یه جلسه عمومی که مثلا در همین شهر تهران گذاشته میشه به صورت عادی، بدون اینکه چیز خیلی خاصی باشه، خیلی هم خوب هستش. ما جلساتی که خود ما میذاشتیم همین تعداد و افراد میامدن 30-40 نفر مثلا فرض کنیم، بستگی داشت که چقدر تبلیغ بشه، چقدر حالا مسائلش و غیره. ولی اگر این رو بیام مقایسه کنم با یک سیستم دیگه اینترنتی که دستکاری شده، یه دفعه میبینیم مثلا یک برنامه گذاشته میشه 30,000، 60,000، 50,000، 200,000، 1,000,000 دارن دنبالش میکنن. خب بخشی از این واقعی هست، در این شکی نیست، به دلیل جالب بودن اون، به دلیل اینکه خیلی از مسائلی که در اونجا هست مثلا ممکنه جذابیت بیشتری داشته باشه. بخش زیادیش دروغ هست، واقعیت نداره. ولی به هر تقدیر من فکر میکنم که میتونیم ما یک نسبتی قائل بشیم به اینکه هر اندازه این تعداد کمتر باشه واقعی تره و داوطلبانه تره. من بسیار بعید میدونم که مثلا در یک برنامه لایوی که ما اجرا میکنیم اگر مثلا در یک رنج 50 تا 100 نفره افراد مشارکت کنن، به هیچ عنوان این افراد افرادی باشن که دستکاری شده باشن، چون بر اساس اینها تبلیغات گرفته میشه و خیلی چیزهای دیگه. ولی وقتی رنج ها میره بالا، ارقام میره بالا، در اونجاست که اهمیت داره که مثلا بوت های مختلف انفرماتیک وارد بشن و تو اینها دستکاری بود. در اینجا بنابراین به نظر من وقتی که ما با اعداد کوچیک سر و کار داریم میتونیم بسیار مطمئن‌تر باشیم که وقتی از کسی دزدیده نمیشه، در حالی که در ارقام بزرگ وقت افراد دائما ازشون دزدیده میشه. و اون چیزی که در مورد مدیریت زمان گفتم دقیقا به این برمیگرده. علت این که زمان ما بسیار از افراد میگن کم میارن، گروه دلایل خیلی زیادی، بخش از اینا برمیگرده به شرایط، سختی مسائل و خیلی چیزهای دیگه، افسردگیشون، حالات روحیشون و غیره، ولی که اینا جای خودش رو داره و اهمیت خودش رو داره. ولی بخش بزرگی از اینها هم برمیگرده به این که ما نمیفهمیم با زمان چه اتفاقی داره الان در زمان میفته. اگر هر کدوم از کسانی که دارن این برنامه رو گوش میدن، چه الان و بعد خیلی بیشتر در به اصطلاح ضبط بعدی که ضبط میشه و میمونه و میتونن گوش بدن، اینا به این مسئله توجه کنن که زمان اینا چقدر ارزش داره، به این مسئله دقت بکنن، زمانشون رو با اقتصاد صرف میکنن. مسلما اگر چیزی به من نفعی نمیرسونه، نفع مثبت، منظورم اینجا بحث اقتصادی نیست، اگر این به هیچ نفعی برای من نداره، من نباید به این ادامه بدم. اگر کسی داره یک صحبتی میکنه که این صحبت به درد من نمیخوره یا چیزی ازش نمیفهمم یا اون چیزی نیست که انتظار داشتم و غیره، خب مشکل نیست، به نظر من در اینجا کسی چیزی نباخته. ولی میتونید یک، همه شما حتماً این تجربه رو دارید که وقتی وارد مثلا دنیای اینستاگرام میشید، ممکنه ساعت‌ها و ساعت‌ها در این باشید
از این کانال به اون کانال میرید و کانال های مختلف رو میبینید و غیره. اینستاگرام مثال خیلی خوبی است و خودم بارها این اتفاق برام افتاده تا تونستم اینو تحلیل کنم. دائما زمان شما دزدیده میشه، دائما شما از این کانال به اون کانال پرت میشین و زمانتون ازتون گرفته میشه و به معنی واقعی کلمه از شما دزدیده میشه. و این حالا در شبکه اجتماعی است که من یک مثالش زدم، چون زمان ما کوتاه هستش من مثالهای متعددی میزنم که بعدا حالا در نوشته شاید این رو باز کنیم. همین مسئله در موقعیتی اتفاق میفته، یعنی سرمایه‌داری در موقعیتی به این شکل زمان افراد رو، زمان آزاد افراد رو، بعد از اینکه 8 ساعت از اینها کار کشیده، 10 ساعت از اینها بیرون کار کشیده، تمام زمان فراغت این رو اونها رو هم ازشون میدوزه با برنامه‌های تلویزیونی، با برنامه‌های رادیویی، با برنامه‌های شبکه و غیره. و منظور من این نیست که نباید این برنامه‌ها رو دید، ولی منظور من این است که باید با یک منطق این رو دید، باید فهمید که ما از این زمانی که داریم واقعا چقدر استفاده می‌کنیم. شما وقتی که تعداد سال‌های متوسط عمر یک انسان رو حساب بکنید می‌بینید که اونقدر زیاد نیست. اگر 80 سال هم بگیرید، این 80 سال فرض بکنید میشه مثلا 80 تا 300 تا مثلا فرض بکنید 365 روز و بعد هر کدوم اینا میتونیم به یک تعداد ساعت برسید. و ببینید که ما واقعا فرض بکنید اگه بخوایم 80 سال زب در هر سال 50 و 50 هفته بکنیم، ما 4000 هفته بیشتر عمر نمی کنیم و چقدر این عمر ارزش داره و بنابراین نباید اون رو تلف کرد. و در اینجاست که ما میفهمیم که اگر ما بتونیم زمان رو درک کنیم میتونیم مدیریتش کنیم، ولی چون زمان رو درک نمی کنیم و نمیدونیم که چه چیزی واقعا زمان آزاد ماست و چه چیزی زمانی است که از ما دزدیده میشه، نمیتونیم اون درک کنیم. من اینو میخواستم بگم و باز یک مصداق، در خیلی از کارخانجات در جهان الان سرمایه‌دارها اون سیستم زنجیره‌ای رو و فوردیستی رو که ایجاد کردن اصولا برای این بود که حداکثر فشار رو روی کارگر بیارن و در اینها حتی زمانی که افراد برای سرویس بهداشتی میرن محاسبه میشه، در بعضی جا این کار به دادگاه کشیده، چون از مردم اون زمانی رو که صرف میکنن برای اینکه برن به سرویس بهداشتی از حقوقشون کم میکنن و این حتی به دادگاه و در انگلیس حتی به پارلمان هم کشید. یعنی که در جایی که به خودمون سیستم برمیگرده بیشترین تمرکز رو داره روی زمان، اهمیت زمان رو میدونه و کاملا از گفتارهای زیباسازی شده هم استفاده میکنه و عصر رو هم برای میذاره که همه دزدن و همه اگر به دستشویی میرن یا اگر به سرویس بهداشتی میرن برای این است که کار نکنن و ریتم کار رو از اون ور تندتر و تندتر میکنه. ما روی بحث تراکم زمان صحبت نکردیم که خودش یک بحث بسیار مهمیه، ولی از این طرف زمان رو حتی زمانی که برای نیازهای ضروری انسان لازمه از او دزدیده میشه. بنابراین باید دقت کنیم دنیای مدرن دنیایی است که زمان رو و فضا رو دو مرتبه ابداع میکنه به نام همون زمان و فضای قدیمی، ولی این با اون زمان و فضای قدیمی کاملا متفاوته و به نوعی ما تا زمانی که این رو درک نکنیم نمیتونیم خودمون رو از اسارت این درک سرمایه دارانه در مدرنیته متأخر جدا بکنیم. من در اینجا بحثم رو تموم میکنم چون یک ساعت ما به پایان رسید و فکر میکنم که به این ترتیب ما برنامه‌مون رو پنجشنبه‌ها ادامه بدیم. اگر پیشنهاد دارید برای موضوع خاصی برای ما میتونید بفرستید، برای من بفرستید و حتما اون رو جزء برنامه‌مون خواهیم گذاشت. برنامه هفته آینده ما پنجشنبه همین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر که البته قابل تغییر هستش، اگر پیشنهاد دارید میتونید بفرستید، درباره جنبش اعتراضی در آمریکا هستش و مباحثی که ما رو درگیرش کرده و مباحثی که شما الان روی شبکه خیلی با اون برخورد میکنید. از همه شما تشکر میکنم که مدتی در اینجا بودید. این برنامه ضبط میشه و باقی میمونه روی اینستاگرام ما و فرم صوتیش هم روی کانال تلگرام من خواهد بود و پیاده خواهد شد و به صورت مکتوب در خواهد اومد و اصلاحات لازم باشه انجام خواهد شد و تبدیل به یک تکستی میشه که میتونه یک درآمد واقعا ابتدایی و اولیه باشه برای کارهای بعدی شما. از همه شما تشکر میکنم و به امید دیدار در هفته آینده.
موسیقی